پس از شش ماه از آغاز درگیری‌های خونین بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع، سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که خشونت در این کشور به شر مطلق تبدیل شده است. این سازمان همچنین تصریح کرد که گزارش‌های وحشتناک درباره انواع خشونت و نقض فاحش حقوق بشر دریافت می‌کند. و درباره عواقب فاجعه عواقب فاجعه باران نسبت به غیر نظامیان به دلیل درگیری بین ارتش و نیروهای واکنش سریع در شهر الفاشر پایتخت دارفو شمالی هشدار داد کلمتن نکوتا سلامی بلند پای ترین مقام امدادرسانی سازمان ملل در سودان به خبرنگاران گفت ما همچنان گزارش های پی در پی و وحشتناکی از خشونت جنسی و جنسیتی ناپدید شدن اجباری بازداشت خودسرانه و نقض فاحش حقوق بشر و کودکان دریافت می معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در سودان و هماهنگ کننده کمک های بشر سودان در ادامه گفت آنچه که در حال وقوع است در آستانه تبدیل شدن به شر مطلق است و حفاظت از غیر نظامیان همچنان به یک نگرانی اصلی تبدیل شده است. هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سودان همچنین افزود که 25 میلیون نفر یا بیش از نیمی از جمعیت به کمک های بشر دوستانه و حفاظت نیاز دارند و بیش از 6 میلیون نفر خانه های خود را ترک کرده و در سودان و کشورهای همسایه آواره شدند. سازمان ملل روز پنجشنبه زنگ خطر را در مورد افزایش حجوم مردمی که بر اثر جنگ به سودان جنوبی می کنند را به صدا درآورد. گفتنی است که پا از 15 آوریل درگیره های خونین بین ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان از یک سو و نیروهای واکنش سریع شبه نظامی به رهبری ژنرال محمد همدان داگلا مشهور به حمدی از سوی دیگر آغاز شده است